سی سالای مبارم قبیلی رقیبی 25 سالش برای بدست آوردن نشان طلا مبارزه میبرند. کامراشو رده بند جهان رقم 16 است و رقیب 196. بار اول این جفت بار اول میان همدیگر مبارزه میبرند. دوستان عزیز آنها رسیدن به قسمت فینال، مخصوصا کامرانشاه یوستاپیریان با رقیب با همین شیوه آماده رسیدن. رقیب چهار حریف را مغلوب کرده است. کامرانشاه باشد جانگر مجدف طالب و محمد رحیمفی اوزبگ را شکست داد و به قسمت فینال آمد. این نبرد را کاترینا مرزوکی آلمانی حکمی میکند. چوبال اقابان دو بازو کشا، حرفان بزن از زمین بر هوا، بباش با دل و جسم و جان قوی که میدان گرانپری دوشنبه نماند تهی. کامرانشاه یوستاپیریان سه کرد برنده مدال طلا بر مقابل رقیبش الدار الخوردیوف با میدان میبراید. 25 ساله پهلوان از تیمی بی‌طرف در اینجا مقابل کامرانشاه، پهلوان ما جداگی سفید ببر کرده است. حالا شروع می شود نبرد تاریخی برای به دست آوردن نشان طلا. حالا مردم در اینجا صدا بلند می کنند. کامرانشاه اولین چنگال کامرانشاه الخوردیوف دورتر از او است. با هم دیگر نزدیک آمدند. این دویمین مسابقات است که این پهلوان یک تک کبود پوشیده ای که زونو می افتد شرکت می ورزد. حالا کم فعالی این پهلوان میزبان رو مهمان رو در اینجا دیدن. میزبان پهلوان ما است و شجاعتمندانه قدم می گذارد. کامرانشاه یوستاپیریان اولین بار داور مرکز مهمان رو کم فعال دید. الخوردیوف برای پیدا کردن گریبان کامرانشاه یوستاپیریان می رود. در فاصله نزدیکتر هر دو مبارزه می برند و طریق پای کامرانشاه جهد می کند که الخوردیوف را به سمت دیگر برادر جان مخلصان صدا می کند. اوهو حتی صدا می شود که اینجا نایستد. این نبرد را راهبر فدراسیون جدای میهن تماشا می کند. حالت داشتن بار دیگر ببینه در فاصله نزدیکترین و هر دو پهلوان با جهد و تلاش میان همدیگر دست به گریبان هستند. او کامرانشاه هم از میتقای زر میبراید. اولین شده برای کامرانشاه هم از احتمال دور نیست برای نشان دادنش. بر اومدن از تطمی منوی شده رو دارد و خوبی قبول میکند. اکنون شماره شده ها یک بر یک است. ادامه نبرد در وقت اساسی مراتبه ششم است که کامرانشاه یوستاپیریان به قسمت فینالی گرانپری میرسد. حالا طریق پوی در اینجا فریدون یوستاپیریان همیشه با پوی کار کردن و برای کامرانشاه مصلحت میگید. الخوردیوف باشد مربیش میگوید که از او کم کم فاصله گیر. مخلصان در اینجا همه جمعند و این نبرد رو تماشا دارند. حالا با هم می آیند بار دیگر. طریق کومیکاتا کامرانشاه یوستاپیریان دست رو جموندن برای کامرانشاه مصلحت می دیند و برای یک حرکت خطرناک الخوردیوف هم زمین آمدنش بسیار اولین شده. مربی برای الخوردیوف میفهماند که اولین شده حالت داشتان رو به بار بیار. استین داشته از کامرانشاه دست جنب دست دست جنب دست دست رو جنبوندن لازم است.
برای سمت دیگر حرکت کردن کومبراشا ببینه در فاصله نزدیکترین آن اکنون و شماتایی که این اوبات هم خطرناک است. حالت های تکرار رو تماشا میکنیم دوستان عزیز و میبینیم که در اینجا در اصل در این نبرد بسیار هیجان است، هیجان خیلی هم زیاد. حالا انقریب که برابری نبرد رو میبینیم، هر لحظه که الاخوردیف در اینجا هجوم میکند عکس العمل کامران او را به زمین میورد. حالا انقریب که برابری است، یک اصولی خوب دارد کامران شاه، این را اجرا کردن میخواست ولی الاخوردیف از این دفاع میکند. این حرکتی کامران شاه که بارها با این تکتیک موفق گردیده است. سر نو می روند. بزر سر نو می شود. اما با هیجان این نبرد رو نظاره دارد. این رقابت رو مخلصان ما ببینید در بار در باز منتظر بودند. حالا در باره کامران شاه معلومات میوید پا رقیبی و لحظه با نزد طبی میرود. کامران شاه هیستو پیرونی پهلوانی ما 30 سال دارد، در مجموع از 91 پیروزی در اکی 60 بار در اکی پون رقیبان رو مغلوب کرده است. نگه وزا حالت اصای کومی هم است، چور پویزی نبر توی اتره که اصای کومی جنب از کردید است و کتمی وزا گولی بیات و دست وارد است. شش مراتبه و اشتراکچی بزگوی اولیمپی محصول می شود. دو بار 2016 و 2021 در توکیو 2020 این پهلوان ما اشتراکچی بزگوی اولیمپی محصول می شود. از گرانپری سه نشان طلا دارد، دو نشان نقره دارد و چهار بار دیگر با نشان برنجی قناعت کرده است. اما اکنون چست و چراکی پهلوان ما کامران شاه الاخوردیف باشد. از این حالت ها خود را هیجان میداند و ببیند خود را زمین میگیرد و کامران شاه را کشورت کنون به سمت دیگر میبرد. با سر نو راست ایستاده است. الاخوردیف باشد، بر مقابلی خود را مستحکم و کمی نگاه می‌دارد، جوانتر است و از این حالت ولی کم فعال میکند. این چیدای دویم تهدید برای پهلوان تیمی بی‌طرف. اما گولدونسکو اکنون در گولدونسکو سر کتف کامران شاه انقره بود که این را باید با شجاعت مندانه اجرا میکرد. حالا این سر کتفی کرده او را دوباره میبینیم که چگونه زیبا بود. از آسمان چوبالی و خوابان بود ولی هنوز هم بالی و خوابان شده نگردید با پررگی. باید بازوان کشوده گردن تا رقیب از آسمان بیاید. دوباره جهد میکنه در اینجا اکسال عمر را، همچنین رقیب الاخوردیف هم با کار میبرد. مردم صدا میکند، شدای دویم را با الاخوردیف نشان میدهند چون پیوسته هجوم ها از جانب کامران شاه است. پیوسته هجوم ها از جانب کامران شاه است، از این خاطر رقیب را کم فعال میبیند داور مرکز. این حالت بسیار خطرناک، بسیار خطرناک در حالت در نوارهای تکراری میبینیم در اینجا. افتیش بسیار خطرناک است، احتمال است که در اینجا برای رقیب وزر نشان دهند. حالا این بس به میون میآید. این پرتاب چی بود؟ در گولدونسکو نه. حالا خوب است کار. اکنون دوستانی عزیز نبرد دوم میابد. اگر یک لحظه شانس رو از دست دهد کامران شاه پس دیگر کاری او
بر نمی کند. باید چی هنره که دارد طریق دست و چنگال خود باز دوباره در همه حالتی خطرناک می رود و پهلو می آید. این حالت ها بسیار خطرناک هستند. باید قوی تر و خوب تر هنر نمایی کند. حچمت ای کامران شا با کور نمی رود. نماته است. آن نبرد دیدنی را باید کامران شا در روبروی هزاران مخلصی کش نشان دهد. بجز از این تالار هزاران و میلیون ها نفر دیگر این رقابت را نظارد. باز دوباره از آسمان به زمین می آید. این حالت ها بسیار خطرناک هستند برای کامران شا. این اول نبود وزاری ولی بسیار خطر داشت. پای می دارد. پهلو افتیدنش نبود ولی شدای دویم رو برای کمفاری کامران شا نشان دادند. شاید اوچه متا بکر رود. الاخ بردیف اکنو ببینه در اینجا پهلو افتادن است. آلاتی از سیکا می باید نگاه می دارد اما امکانیت را از دست می دید. در حالی که رفت از پس برای چی منتظر باید چشت. آلاتی تکرار را هم می بینیم. حرکت خوب بود اما توقف بود. این را هم باید فراموش نکرد. وزره بله برای کامران شا یوستا پیریان نشان می دید. دوستانی عزیز اکنون مدال طلایی را برای کامران شا مراتبه چهارم است که این پهلوان نامدار و نام آشنای ما از گرانپری به گردن آویزان میکند. این برتاب را وزر نشان میدهد. داور بعد از عادت های تکرار نمایش دادن و مراتبه چهارم طلایی میشود. کامران شا یوستا پیریان در وزن زیر 90 کیلو توانست که نشان طلایی را از آن خود کند. حالا شادی و طرف کامران شا یوستا پیریان در آغوش برادرش. ببینه چگونه پدر استاد پیرو دیروز با ما بودند. استاد اکنون دستی فرزندش پشورد. اینجا مخلصان زیاده هستند که بار دیگر فدراسیون جهانی گوشتنی جدا ببیند که طرفداران این رشته المپیک در تاجیکستان چگونه زیاد است. کامران شا یوستا پیریان در حلقه مخلصان خیش فکر میکنم چون این شروع شوق رو باری اول میبینیم. حتی نه در گرانسلام ها نه در ماستر ها در قهرمان جهان گوشتنی جدا نمیدیم. دوباره میرویم دوستانی عزیز با لحظه های جالب و جذاب نبرد.